سلام، سلام به شما عزیزان در ایران و هر کجای دیگر جهان که هستید و در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشستید. در ادامه سفر همچنان در استکهلم پایتخت سوئد هستم و در ساعت پیش رو با شما خواهیم بود همراه با خبرهایی از ایران، آنچه که در عرصه داخلی در ایران می‌گذرد در ارتباط با سفره مردم ایران و نیز آنچه را که در منطقه و عرصه بین‌المللی در ارتباط با ایران و مردم ایران در جریان است. اختلافات نظر یا اختلافات ریشه‌ای در مورد توافق هسته‌ای در تهران همچنان ادامه دارد، همچنان که اختلافات در مورد قدرت یا حوزه و حدود قدرت شورای نگهبان جمهوری اسلامی در عرصه انتخابات و نیز نگاهی خواهیم داشت به آنچه که رئیس صندوق توسعه ملی در مورد برداشت دولت آقای روحانی حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی از صندوق توسعه ملی گفته است، حدود 12 میلیارد دلار. با من و شما هستن در استودیوی لندن، استودیوی مرکزی ایران فردا، آقای اصغر رمضان‌پور روزنامه‌نگار و در استکهلم ابری دقایقی بعد از ساعت 7 بعد از ظهر ما همچنان روشن، آقای حسن اعتمادی عزیز تحلیلگر سیاسی. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظات دیگر. آقای رمضان‌پور خوش آمدید، سلام به شما. ممنونم، سلام به شما و بینندگان عزیز برنامه تفسیر خبر. همینطور آقای اعتمادی گرامی، سلام بشه. سلام آقای چلنگی، خدمت شما، خدمت همکارانتون، خدمت آقای رمضان‌پور و بینندگان برنامه. آقای رمضان‌پور، به نظر میرسه که اختلاف بر سر برنامه توافق هسته‌ای در تهران همچنان ادامه داره. آقای زیبا کلام که وابسته به جناح آقای رفسنجانی دونسته میشه، ایشون انتقاداتی رو متوجه دولت پیشین کرده و همینطور جناح‌های مختلف رو در روی هم در این زمین. این اختلافات رو شما تا چند اندازه ریشه‌ای میدونید؟ همزمان میدونید که بسیجی‌ها بازم پرچم آمریکا در تهران آتش زدن و صحبت هایی که فرمانده های بسیج کردن و سپاه پاسداران در مورد اینکه عقب نشینی پنجره اضافه یک در برابر تهدیدهای آیت الله خامنه ای، چیزی که یکی از فرماندهان پاسداران بر اون تاکید گذاشته بود. آقای حسین، تفسیر شما رو میشنویم در مورد این اختلافات. من فکر میکنم که این اختلافات ریشه ای هست اما نه در مورد اصل توافقنامه. منظورم این هست که این اختلافات ریشه ای به این معنا که باستابیه از اون اختلاف اساسی که بین جناهای عمده در جمهوری اسلامی و در اینجا به طور خاص بین تندروهایی که نزدیک هستند به آقای خامنه ای و جناح در واقع میانه رو و نزدیک به اصلاحات و اصلاح طلبان، این به این معنا این اختلاف ریشه ای هست. اما اگر به مسئله توافق هسته ای نگاه کنیم، من فکر می کنم تقریبا هر دو جناح پذیرفتند که چاره جز اجرای توافق هسته ای ندارند، اما این اختلاف بیشتر در مورد نوع تفسیر از این توافق هست و نتایجی که بر اون مترتب خواهد بود. یعنی در حالی که آقای روحانی و آقای ظریف و جناح میانه رو در ایران کوشش میکنن که آثار این توافق رو به طور وسیع نگاه کنن، هم در سیاست های داخلی ایران هم در سیاست های منطقه‌ای در مورد به خصوص عراق، سوریه و یمن و همینطور در سطح داخلی، ولی جناح تندرو در واقع مایل هست که با
تفسیر بسیار محدود از توافقنامه اون رو به عنوان یک گام موقت و تاکتیکی نشون بده و به عنوان زمینه برای برگشت دوباره به سیاست‌های تنش آمیز هم در سطح داخلی و هم در سطح منطقه‌ای. و تفسیر شما آقای اعتمادی عزیز در مورد اون چی که آقای رمضان‌پور تو چند روز بازتاب واقعیت هست از شما میشه؟ عرض کنم جناب چلنگی، منم تصور میکنم که در مورد آغاز شروع فعالیت‌های هسته‌ای ایران هیچ کدام از سران حکومت و مسئولین حکومتی از ابتدا در مورد انجام چنین فعالیتی با هم دیگه اختلاف نداشتن. طبیعی بود که انگیزه های مشترکی هم برای انجام این کار داشتن. ظاهرا قرار بوده که این فعالیت در جهت به اصطلاح تولید انرژی برق انجام بگیره، اما اون چی که از ابتدا مشخص بود به لحاظ شروع و آغاز فعالیت های پنهان و مخفیانه این کار به ویژه در رابطه با مسئله غنی‌سازی اورانیوم نشون داده میشد که همه اونها با انگیزه مشترک این کار رو انجام میدن. من برای اینکه بتونم منظورم رو به روشنی بیشتری خدمتون عرض بکنم، این است که در جلسه که اخیراً با حضور آقای ظریف و عده‌ای از استادان دانشگاه و دانشجویان در رابطه با این موضوع برگزار شد، در اونجا آقای ظریف اشاره میکنن در مورد مسئله نقش این فعالیت هسته‌ای و توافقی که صورت گرفته و اون این استش که ایشون میفرمایند که اگر هزینه سنگینی فعالیت‌های هسته‌ای و به ویژه مسئله غنی‌سازی برای ایران در بر داشته که گفته میشه بیش از 15 میلیارد دلار بوده، اما در ازای این هزینه‌ای که انجام شده ما امروز تبدیل شدیم به یک ابرقدرت در منطقه. من فکر میکنم اگر با کمی دقت به این توضیح آقای ظریف ما توجه کنیم، معنای این حرف و این ادعا این است که ما تونستیم با یک چنین فعالیتی دنیا رو به نوعی وادار بکنیم که در برابر فعالیت‌های هسته‌ای ما که طبیعتاً اگر قصد تولید انرژی داشتن نمیتونسته جهانیان رو به عقب برونه و اونها رو پای میز مذاکره بشونه، چون از یک طرفی هم حکومت اسلامی ایران معتقد است که قدر قدرتی اونها در منطقه و موقعیتی که اونها دارن باعث شد که امریکا و کشور پنج به علاوه یک به یک معنای دیگر پای مذاکره بیان. خب البته این یک ادعاست. نکته ای که در اینجا هست این است که من برداشتم از صحبت آقای ظریف اینه که ما تونستیم به جهانیان بگیم که ما قصد تولید بمب هسته‌ای داریم و الان هم شما مجبورید برای متوقف کردن ما با ما معامله کنید و شرایط ما رو بپذیرید. اینکه تا چه اندازه این بخش دوم ادعا درستی که آقای ظریف مطرح میکنن غیر مستقیم که غربی ها بودن و امریکایی ها بودن که شرایط ما رو پذیرفتن یک بحث دیگری است، ولی در مورد نکته مشخص که در پرسش شما هست اینه که آیا اینها با هم بر سر مسئله توافقی که قرار است به قطعیت برسه اختلاف دارن یا ندارن؟ هم دارن هم ندارن. اختلافشون هم بر سر این است که امروز امریکا و کشورها و قدرت‌های بزرگ جهانی کدام یک از بخش از جناهایی از حکومت اسلامی رو مورد خطاب خودش قرار میده و اون کسی که بایست باش معامله بشه در ایران و در حکومت اسلامی آیا اصلاح طلبان هستن؟ آیا نظامی ها و امنیتی ها هستن؟ آیا آقای خامنه ای است و یا محافل دیگر به یک نوع دیگر؟ بنابراین اختلاف اینها از یک جهت امروز این است که چگونه امریکا و کشورهای پنج به علاوه یک رو مجاب بکنن و به اونها بقبولونن اون کسی که میخواد در منطقه به یک معنا ابرقدرت باشه، اون کسی که در ایران باید این کشور رو اداره بکنه و اختیارش رو در دستش باشه کدام است؟ وگرنه در مورد اینکه همطور که آقای رمضان‌پور هم به درستی اشاره کردن، اینکه این توافق رو همه اینها به یک معنا قبول دارن به شرطی که به نفع گروه و جناح خودشون تموم بشه. یکی از موضوعاتی که هست حتی
ناظرانی که در داخل هستند مثل آقای صادق زیبا کلام مصاحبه داشته با ایلنا و این گفته که در دولت آقای احمدی نژاد حتی 6 میلیمتر هم جلو نرفته این مذاکرات هسته‌ای و الان مدعی شدن که کلید توافق در اون زمان بود. این حرف آقای زیبا کلام است. نکته این هستش که یک هزینه های متحمل شد ایران، یک هزینه های که خیلی بیش از این حرف هست و مجموعه برنامه هسته‌ای بالای 200 میلیارد دلار بوده و سیاست هسته‌ای دولت پیشین مورد تایید آقای خامنه‌ای بوده. مسئول اساسی در مورد هدر دادن این همه پول و این همه وقت و این همه فشار که بر ایران و مردم ایران اومده رو در واقع باید کجا جستجو کرد آقای رمضان؟ خب طبیعتا مسئولیت این با آقای خامنه ای هست که مسئول این سیاست بوده و از این سیاست دفاع کرده، برای اینکه به هر حال آقای احمدی نژاد در دوره خودش عمل کرده، آقای خاتمی هم در دوره خودش عمل میکرد، الان روحانی هم در دوره خودش عمل میکنه، ولی اون کسی که در تمام این دوران ها یعنی به خصوص در دو سال آخر دولت آقای خاتمی تا همین الان به طور مداوم تعیین کننده اصلی سیاست ایران در مورد برنامه اتمی بوده آقای خامنه ای هست. آقای خامنه ای بیش از هر کسی به پیامدهای این از نظر اقتصادی واقف بوده و هست، بنابراین مسئولیت با اون هست. اما من با این نقل قولی که شما کردید از آقای زیبا کلام خیلی موافق نیستم که گفتگوی هسته‌ای در ایران در دوران پیش از آقای روحانی پیش نرفته. همین دیروز آقای جلیلی، سعید جلیلی که در واقع نمایندگی ایران رو در دوره آقای احمدی نژاد داشت در مذاکرات اشاره کرد، البته اخبار قبلی هم این رو نشون میده، در مذاکراتی که در استانبول و در آلماتی بود پیشرفتی در واقع صورت گرفت که اون مقدمه این توافق بعدی بود. این پیشرفت ناشی از تغییر اراده ایران نبود، بلکه ناشی از تغییر اراده بود که در امریکا رخ داده بود. منظور من اینه که ما مذاکرات اتمی رو فقط یک طرفش رو نباید ببینیم که ایران هست، بلکه باید طرف دیگر رو که 5+1 و امریکا هست رو هم ببینیم. بخشی از پیشرفت مذاکره چه در دوران در واقع به خصوص در دو سال آخر دولت آقای احمدی نژاد برمیگشت به اینکه امریکا به این نتیجه رسیده بود که باید تقریبا سیاست خودش رو تغییر بده. این سیاست، این تغییر رو تا حدی شروع کرده بود، اما زمینه مناسبی در ایران وجود نداشت که در واقع بعد از بر سر کار آمدن آقای روحانی این زمینه پیش اومد. من میخوام بگم که این جریان گفتگوی اتمی یک جریان جهانی هست و ایران به عنوان بخشی از این همراه در واقع در این جریان هست. نباید همه جنبه ها رو در رفتار اینها دید، ولی به هر حال اون بخشی که مربوط به ایران هست به نظر من مسئول اول اون آقای خامنه ای هست و در درجه بعد آقای احمدی نژاد، که باز هم اشاره میکنم به صحبت های آقای جلیلی. بارها این پیشرفت در دو سال آخر دوره آقای احمدی نژاد احتمال اینکه پیش بره وجود داشته، ولی سیاست های آقای جلیلی و آقای احمدی نژاد در گفتگو در واقع بیشتر به عنوان یک محدود کننده عمل کرده تا اینکه به عنوان یک کاتالیزور برای پیش بردن مذاکرات باشه. و تفسیر شما در همین زمینه مسئول کیست؟ بالای 200 میلیارد دلار هزینه آقای فقط احمدی نژاد یا اونطور که آقای رمضان پور گفته نهایتا آقای خامنه ای است؟ و اگر مسئول آقای خامنه ای چرا مسئول هست؟ چون به گفته آقای یزدی، محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان، ایشون نماینده خداوند هست، هم از طرف خدا و پیامبر منصوب شده، به این دلیل است که مسئول نمیتونه 300 میلیارد دلار رو هم از بیت المال به باد بده. و بعد قضیه چی هست؟ از شما میشنویم آقای اعتماد. آقای چلنگی، من فکر میکنم که خب این مسئله درسته که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ولایت فقیه صاحب قدرت بیشتری است نسبت به سایر مسئولین حکومتی، اما ما باید این رو بپذیریم که آقای خامنه ای علی‌رغم اینکه به عنوان یک شخصیت مذهبی در رأس این حکومت قرار دارند به عنوان ولی فقیه، اما در حد سایر روحانیانی که در دستگاه حکومتی و حتی
غیر روحانیانی که در این دستگاه حکومتی در طی 37 سال گذشته حضور داشتن یک شخصیت سیاسی مذهبی است، مانند آقای رفسنجانی، مانند خود آقای روحانی و آقای خاتمی و غیره. بنابراین صرف نظر از این که ما به عنوان منتقدین، مخالفین و یا حتی به عنوان یک ژورنالیست بخوایم مسائل مربوط به سیاست‌های کشورمون رو ارزیابی بکنیم، باید بپذیریم که در رابطه با سیاست‌های کلان قطعا آقای خامنه‌ای نظر سایر مسئولین دولتی رو هم در نظر دارن، کما اینکه ما شاهد این هستیم که خود ایشون در رابطه با مسئله مذاکرات برای در اکثر مواقع موضع مثبتی رو داشتن و از دولت آقای روحانی و فعالیت‌هایی که اون هیئت نمایندگی در این رابطه می‌کرد در مذاکرات مربوط به هسته‌ای حمایت می‌کردن. در دوران آقای احمدی نژاد هم این وضعیت وجود داشت. بنابراین نکته که میخوام عرض بکنم این استش که من فکر میکنم علاوه بر آقای خامنه‌ای تقریبا تمام کسانی که امروز به عنوان شخصیت‌های اصلی نظام حضور دارن، از آقای رفسنجانی گرفته و خود آقای روحانی که در دوره‌ای از مسئولین هیئت نمایندگی مذاکرات این هسته‌ای بودند، مسئول شورای امنیت، کمیته امنیت شورای امنیت مجلس بودند و هیچ کدام اینها در طی تمام این سالها مسائل مربوط به غنی‌سازی در ایران و فعالیت‌های هسته‌ای رو دور از نظر نداشتند و چه بسا نقش اساسی رو هم داشتند. خاطرتون هست که در دوره فعالیت‌های تبلیغاتی برای ریاست جمهوری دولت 11 یکی از امتیازات و افتخاراتی که آقای روحانی رئیس جمهور کنونی برای خودش در کارنامه خودش به حساب می آورد و در مصاحبه های به اصطلاح تلویزیونی ازش یاد می کرد این بود که ایشون در مذاکرات هسته‌ای و سیاست هایی که در اون دوره ایشون هم جزء مسئولینشون بودن تونستن با به اصطلاح موضع‌گیری ها و سیاست های درست شرایط رو به نفع غنی‌سازی بیشتر، به نفع حفظ فعالیت های هسته‌ای در اون دوره حفظ بکنن و این رو امتیاز خودشون می دونستن آقای روحانی و نقش خودشون رو در حفظ این فعالیت و ادامه فعالیت‌های هسته‌ای و غنی‌سازی در ایران رو نقش مؤثری می‌دونستن و این رو به عنوان امتیاز برای خودشون قائل بودن که در انتخابات بتونن رأی بیشتری رو از این بابت هم کسب بکنن. بنابراین من تصور می‌کنم که در رابطه با مسئله غنی‌سازی، همونطور که در ابتدا خدمتتون عرض کردم، آقای ظریف در سخنرانی همین اخیرشون گفته بوده که مسئله هزینه‌ای که ما برای فعالیت‌های هسته‌ای خودمون داشتیم، درسته که نتونستیم بهره برداری مناسبی از لحاظ اقتصادی به نفع کشورمون بکنیم، درسته که بودجه‌ای که برای این مسئله در نظر گرفتیم اگر در رابطه با مسائل دیگری بود میتونست بیشتر در خدمت مردم و جامعه باشه، اما یک دستاورد بزرگ این غنی‌سازی برای ما داشته و اون دستاورد این بود که ما رو تبدیل به ابرقدرت کرد و همونطور که باز خدمتتون عرض کردن این ابرقدرتی به اصطلاح به اتکاء القاء این نظر حتی اگر واقعیت نداشته باشه که ما داریم بمب هسته‌ای درست میکنیم، بنابراین ما باید در منطقه نقش بیشتری داشته باشیم، سهم بیشتری داشته باشیم و ما از این بابت به ذم آقای جواد ظریف وزیر امور خارجه فعلی تونستیم این ابرقدرتی رو به اصطلاح به اثبات برسونیم. در نتیجه من نظرم این استش که در مورد فعالیت هسته‌ای تمام سران حکومت و تمام مسئولون کنونی و دولت‌های قبلی نقش داشتن و فعالیت می‌کردن. خب دولت کنونی که بر سر کار هست، ما می‌بینیم به همون اختلافات که می‌رسیم آقای رمضان پور توجه می‌کنیم، می‌بینیم که خب اشاراتی میشه، نشونه‌هایی هست که از یک عمق بیشتری خبر میده، از جمله اینکه اون چیزی که آقای محمد یزدی گفته، رئیس مجلس خبرگان حکومت جمهوری فقیه به اصطلاح آمده و گفته که آقای روحانی آمار غیر واقعی نیست و خواسته برحذر داشته که آقای روحانی رو که شما پرهیز کنید از ذکر برخی آمار و اطلاعات غیر واقعی که پشتوانه علمی ندارد پرهیز بفرمایید یا پرهیز کنید، خطاب آقای روحانی. از طرف دیگه رئیس صندوق توسعه ملی
که حالا این توسعه ملی خودش داستانی است در جمهوری اسلامی یا جمهوری فقیه چجوری است، آمده و گفته دولت آقای روحانی در ماه‌های تاکنون سال جاری حدود 12 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشته و انتقاد کرده که این برداشت‌های بی‌رویه بوده است. یعنی ادامه این انتقادها رو شما تا چند اندازه، این از زبان مخالفان حکومت نیست، رئیس مجلس خبرگان حکومتی حرف میزنه، اینها رو چطور ارزیابی می‌کنید؟ سخنان آقای یزدی خیلی سخنان دقیقی نیست، نه فقط در این مورد. شما همین سخنان دیروزش رو ببینید در مورد مسئله برگزاری مثلا به شکل الکترونیکی انتخابات، در اونجا هم یه نکته ای رو نقل کرد. همین بحثش در مورد اقتصاد هم در واقع مطرح میکنه. یک دفتر سیاسی نامی در حوزه علمیه قم وجود داره زیر نظر آقای یزدی کار میکنه و اونجا به طور مرتب گزارش هایی رو علیه دولت تهیه میکنه، گزارش هایی رو در اختیار آقای یزدی قرار میده و هر دو موردی که الان اشاره شده از مواردیه که قبلا در این گزارش های در واقع این دفتر سیاسی حوزه علمیه قم باستاب پیدا کرده بود و اون گزارش ها رو که شما نگاه میکنی میبینید خیلی مبنای دقیق نداره. در مورد مسئله برداشت همینطور، در مورد اینکه آقای روحانی چه گزارشی داده همینطور. به عنوان مثال مثلا ممکنه به هر حال وقتی که مقام های دولتی گزارشی میدن این گزارش رو آمار رو به نحوی به نفع خودشون تفسیر بکنن، این طبیعیه، ولی مبناهای آمار اطلاعاتی که آقای روحانی تا الان داده اگر مقایسه بشه با آمارهایی که در طول 8 سال دولت آقای احمدی نژاد داده شد و آقای یزدی در تمام اون سالها بهش استناد میکرد و الان هم اون گزارش ها رو میپذیره، کاملا قابل مقایسه نیست اصلا. یعنی شما در به هر حال آقای روحانی مجبور هست تا حد این دقت رو رعایت کنه. بنابراین من فکر میکنم در مجموع گزارش هایی که آقای روحانی در مورد شرایط اقتصادی ایران داده بسیار دقیق تر بوده از ارزیابی هایی که جاهایی مثل اون دفتر سیاسی حوزه علمیه قم و آقای یزدی ارائه دادن. مثلا در همین صحبت دیروز خودش آقای یزدی وقتی میخواد در مورد مسئله استفاده از در واقع تجهیزات و نرم افزارها برای انتخابات الکترونیکی حرف بزنه میگه که ما در اینجا در شورای نگهبان کسانی داریم که متخصص این کارن. خب شما فکر کنید که وقتی کسی دبیر خودش رو هم فقیه شورای نگهبان میدونه، هم فکر میکنه که اون شورای نگهبان یک مرجعی هست که در مورد نرم افزار الکترونیکی برای انتخابات هم میتونه اظهار نظر بکنه، چقدر میشه گفت که بیاعتمادی نسبت به دولت وجود داره. یعنی من فکر میکنم که این بیاعتمادی مبنای کارشناسی نداره و بیشتر نوعی فرافکنی سیاسی هست برای حمله کردن به دولت، همونطور که بدون اینکه آقای یزدی در نظر بگیره شأن خبرگان رهبری رو که کارش نظارت بر رهبری هست، از رهبری به گونه ای صحبت میکنه که انگار اون رهبر هست که برای خبرگان تعیین مسیر میکنه، در حالی که وظیفه قانونی که بر اساس همین قانون خبرگان به عهده آقای یزدی گذاشته شده کاملا وظیفه دیگری. بنابراین من خیلی صحبت های آقای یزدی رو صحبت های کارشناسانه ای و بیطرفانه ای نمیبینم. خب در اینکه در حکومت برآمده از انقلاب اسلامی تا به امروز حرفای غیر کارشناسانه بسیار زده شده و تقریبا هر روز، خب اینکه جای تردیدی نیست در تمام دولت ها بدون استثنا. اما به پرسش من مشرف بر این هست که وقتی یک نفر آقای اعتمادی مثل آقای یزدی که به هر حال مقامی است، کم مقامی در این حکومت نیست، رئیس مجلس خبرگان رهبری است، کسی که معتقد هست که آقای خامنه ای رو منصوب خداوند و پیامبر و عمه شیعه است، یعنی چه آدمی میاد و میگه دولت آقای روحانی، دولت مورد تایید رهبری، دولتی که هرچه که هست آمار غیر واقعی به مردم. حالا حرف آقای یزدی درست هست، نادرست هست، تا یه اندازه درست هست، اون یه بحث دیگه است.
ولی نشون بسیار آشکار داره از مخالفت آقای یزدی با دولت روحانی. من دنبال این هستم که این مخالفت سر به کجا داره؟ سر به زیر عبای آقای خامنه ای داره یا نه یک جناح دیگری در حوالی عبا و به اصطلاح بیت رهبری چی هست آقای اعتمادی؟ جناب چالنگی، ببینید، این که ما برای با این حکومت مخالف باشیم یا نباشیم، با این جناح موافق باشیم یا با اون جناح مخالف، یا مخالفتمون به حال متفاوت باشه، یک طرف قضیه است. ولی در مورد به اصطلاح بررسی و تحلیلی که راجع به مسائل سیاسی جامعهمون میکنیم، طبیعتا میباید بر مبنای واقعیت ها باشه. اول اجازه بدید که من بگم این تنها آقای یزدی نیست که در این مورد یک چنین مطلبی رو مطرح کرده، بلکه آقای صفدر حسینی به عنوان به اصطلاح رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی گفته است که دولت آقای روحانی بدون مجوز 12 میلیارد دلار از به اصطلاح پولی که در صندوق توسعه ملی بوده برداشت کرده. البته همین کارم آقای احمدی نژاد کرده بودن. با واقعیت این استش که این اقدام صورت گرفته، یعنی وقتی یک مقام مسئول اینجا دیگه آیت الله یزدی نیست، یعنی رئیس به اصطلاح هیئت عامل صندوق توسعه ملی میاد یک چنین مطلبی رو مطرح میکنه در یک مجمع به اصطلاح رسمی و در مطبوعات و رسانه های کشور هم منتشر میشه و دولت آقای روحانی هم این مسئله رو تکذیب نمیکنه و اعتراضی نمیکنه، باید بپذیریم که این عمل غیرقانونی توسط دولت آقای روحانی صورت گرفته. در نتیجه من در مورد این مسئله شکی ندارم، یعنی شک ندارم بر اساس پذیرش قواعد بازی است. و عرض کردم ما چه مخالف چه موافق باشیم و چه به اصطلاح به نوعی نظرات متفاوت در مورد جناح‌های مختلف حکومت داشته باشیم، نمیتونیم به این سادگی هر ادعایی که از سوی یکی از مقامات وابسته به این جناح مطرح میشه اونها رو رد بکنیم صرفا به خاطر اینکه مخالف اون جناح میتونیم باشیم. در هر حال من معتقدم که آقای روحانی هم مانند آقای احمدی نژاد به خاطر روبرو بودن با مشکلات اقتصادی و برخلاف قانون از این پولی که در به اصطلاح در صندوق توسعه ملی وجود داشته و باید تحت شرایط خاصی فقط از این صندوق پول برداشت می‌شده، تونسته با نفوذ بانک مرکزی که به نوعی نظارت بر این صندوق هم داشته استفاده بکنه و 12 میلیارد دلار رو در طی این دورانی که آقای روحانی به ریاست جمهوری رسیدن از این صندوق برداشت بکنه. اینا نشون دهنده این هستش که متاسفانه همچنان در کشور ما حکومت به اصطلاح ثابت و منظم و قانونمندی وجود نداره، به این معناست که بحران اقتصادی در کشور به شدت بالا گرفته و کسی مانند آقای روحانی هم که ادعا داشت که دولت تدبیر و امیده است و قرار بود برخلاف دولت آقای احمدی نژاد برخلاف قوانین و مقررات اقداماتی را انجام نده، ما شاهدین هستیم که متاسفانه همچنان این سیاست ها و این به اصطلاح هرج و مرج و آنارشیگری که در هر سطحی از سیاست های حکومت اسلامی ایران وجود داشته همچنان ادامه دارد. آقای رمضان‌پور، خیلی ها معتقد هستن، خیلی از ناظران اوضاع ایران معتقد هستن که این اختلافات بخشش ریشه در مسائل یا منافع مسئله نیست، منافع اقتصادی داره. یعنی این مخالفت جناحی از سپاه پاسداران یا مجموعه سپاه پاسداران یا تعدادی از این سردارهای از جنگ بازگشته، سردارهایی که به هر حال در جنگ تجربه‌ای داشتن نداشتن، بحث دیگری است. اینها مخالفن با توافق هستی چون بهره‌مند هستن از وضعیت موجود اقتصادی کشور از طریق دور زدن تحریم ها، از طریق همه این مشکلات و مسائلی که طی این سال‌ها وجود داشت. این نظر تا چند اندازه واقع بینانه است؟ من اول توضیح بدم، نکته‌ای که آقای اعتمادی اشاره کردن به نظر من یک نکته کلیه. بله، به هر حال هر دولتی باید مواظب بود که دولت تخلف نکنه،
و اینجا من یا هر کسی دیگری مدافع دولت آقای روحانی نیستیم که اگر تخلفی کرده یا نکرده بخوایم بگیم اون تخلف رو نکرده. مسئله اینه که وقتی ما مقایسه میکنیم بین شرایط عمل دولت آقای احمدی نژاد با دولت آقای روحانی، میبینیم که دولت آقای احمدی نژاد به صراحت مصوبه های مجلس رو میذاشت کنار، به صراحت مصوبه هایی رو که نیاز به تصویب هیئت دولت داشت میذاشت کنار، و اصلا این یک جریان بسیار عادی بود در کشور. بنابراین مقایسه کردن شرایط انضباط اداری و مالی دوره آقای احمدی نژاد با آقای روحانی به نظر من باید با در نظر گرفتن این تفاوت باشه که در حالی که چرا باید در نظر آقای رمضان فرود ببینید بله. چرا وجه قیاس باید دولت آقای احمدی نژاد باشه، چرا نباید وضعیت وعده های آقای روحانی باشه و سفره مردم؟ یعنی چرا باید آمد و گفت اگر دولت آقای احمدی نژاد مثلا 30 میلیارد دلار بدون مجوز برداشت کرد، خب حالا آقای روحانی 12 میلیارد دلار برداشت کرد؟ این مشکل خب به بحث اون برداشت من برمیگردم. ببینید بحث برداشت بحثیه که در مورد تمام برداشت های دوره دولت آقای احمدی نژاد بجز در سال آخر که در واقع یک اختلافی پیش اومده بود که همین جریان در واقع تندرو یک اختلافی در درونشون پیش اومده بود و ظاهرا دیگه استنباطش این بود که آقای احمدی نژاد برای یک دور دیگه حداقل به طور قانونی نمیتونست باشه، در مورد این برداشت ها تقریبا در مجلس ایران سکوت شده بود تا سال آخر. ولی در مورد برداشت هایی که در دولت آقای روحانی صورت گرفته در مجلس بحث مطرح شد و اون ضرورت هایی که بخشی از اون برمیگشت به بدهی های دوره دولت آقای احمدی نژاد مطرح شد، کمیسیونی مأمور رسیدگی این مسئله شد و در واقع تغییر کرد. یعنی در واقع آقای یزدی این نکته‌ای که اشاره می‌کنم، همونطور که گفتم نکته تازه‌ای نیست، این برمیگرده به بحثی که مربوط به سال گذشته بوده و شرایط در واقع نفتی خاصی که ایران با اون روبرو بوده. بنابراین من منظورم اینه که به هر حال اگر یک دولتی در شرایطی عمل کرده که مجبور شده از یک در واقع مجوز قانونی تخطی بکنه، باید دید اولا میزان تخطی چیه و نوع تخطی چیه و آیا دوباره به اون برگشت کرده یا اینکه نه. بنابراین میخوام بگم که خیلی تفاوت هست بین نحوه عمل دولت آقای روحانی و دولت آقای احمدی نژاد. اما اگر برگردیم به اون بحثی که شما گفتید در مورد ریشه اقتصادی، به هر حال این هم یه تعبیر کلیه، همه جناح‌های سیاسی که وجود دارن به هر حال منافع اقتصادی براشون مهمه، ولی به طور خاص در ایران من فکر میکنم بیش از همه سپاه پاسداران هست که از منافع اقتصادی وضعیتی که در ایران حاکم هست، یعنی مثل فرض کنید مسئله تحریم‌ها و مانند اون، داره بهره میبره و به طور طبیعی کسانی که از این سیاست بهره بردن، بله الان هم به نفع اونها نیست که به عنوان کاسبان تحریم از شرایط تغییر در واقع تحریم فاصله بگیرن. تفسیر شما آقای اعتمادی، آقای رمضان پور میگن که خب در شرایط خاصی دولت آقای روحانی ناشار شده برداشت کنه یا هر چه که هست، ولی در پیشتر چون اقداماتی میشد سرصدایی نبود، الان سرصدا برام انداختن در واقع. چرا این منطق نمیشه برای دولت آقای احمد نژاد بکنه؟ یعنی آقای اعتمادی، دولت احمد نژاد خواهد گفت ما نیز مجبور بودیم در یه شرایط خاص برداشتایی بکنیم، آنچنان برداشتایی که خب بخشش هم دست آقای بابک زنجانی هست که به عنوان نمونه است، ویترینه به اصطلاح بکنه. تفسیر شما رو میشنویم. ابتدا من خدمتتون عرض کنم جناب چالنگی، در دوره دولت آقای احمدی نژاد در مورد مسئله برداشت غیرقانونی و تخلفی که دولت آقای احمدی نژاد کرده بودن در رابطه با برداشت از پولی که در به اصطلاح صندوق توسعه ملی بود، در مجلس چندین بار این مسئله مطرح شد و حتی کمیسیونی هم برای بررسی و رسیدگی به این مسئله انتخاب شد. بنابراین در هر دو دوره، هم در دوره آقای احمدی نژاد این مسئله مورد بررسی قرار گرفت در مجلس که به نظر من بیشتر قرار گرفت در اون دوران، چون که افشای این مسئله در رابطه با برداشت دولت آقای روحانی از صندوق توسعه ملی
جدیده و هنوز در مجلس اتفاقا واکنش آنچنان جدی در این رابطه بروز پیدا نکرده و احتمال هم داره که نکنه، معلوم نیست، باید منتظر بود. این یک نکته. نکته دیگر این که معیار بد و یا خوب بودن یا متخلف بودن یا درست عمل کردن ما دولت آقای احمدی نژاد نیست. بنده به عنوان یکی از مخالفین این نظام حتی معتقدم که آقای روحانی یا هر دولت دیگر که بر سر کار میاد حداقل به قوانین خودشون و به تعهدات قانونی خودشون پایبند باشن و اون رو اجرا بکنن. اگر قرار است که هیچ دولتی از پول صندوق توسعه ملی و پولی که در اونجا هست برداشت نکنه به جز موارد معین و خاص و ویژه‌ای و اون هم نه به صورت مستقل بلکه بیبایست در مجلس مطرح بشه و سایر به اصطلاح دستگاه‌های حکومتی هم در این رابطه نظر داشته باشن، چگونه است که آقای روحانی این حق رو داره که 12 میلیارد دلار از این صندوق برداره؟ ضمن اینکه ظاهرا به نظر میرسه که این درصد قابل ملاحظه ای از پولی بوده که در این صندوق توسعه ملی وجود داشته. در حدود 7-8 سال پیش در دوران آقای احمدی نژاد گفتن نزدیک به 100 میلیارد دلار در صندوق توسعه ملی پول هست، ولی هم در اون دوره مقداری برداشته شد و امروز ما شاهد هستیم که این مقدار هم توسط، یعنی 12 میلیارد دلار هم از طریق ایشون برداشته میشه. در هر حال من معتقد هستم که هر دوی این دولت ها، هم دولت آقای روحانی و هم دولت آقای احمدی نژاد، صرف نظر از اینکه ظاهر دولت آقای روحانی قرار است که قانونمند عمل بکند ولی به قوانین خودشون هم توجه نکردن و مرتکب این خلاف شدن و من تصور میکنم که اگر قرار بشه که ما یک بررسی کلی در مورد این نوع اقدامات بکنیم، باز هم صرف نظر از این که ممکنه که بر اساس به اصطلاح نظر جناب رمضان‌پور این دو دولت با هم ماهیتاً تفاوتایی دارن، حداقل در این قانون شکنی و تخلف و برداشت از ثروت‌های ملی کشور ما، حالا چه در بانک مرکزی باشه چه در صندوق توسعه ملی، هر دو اینها خلاف کردن. با شما خواهیم بود. در تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا گفتگو میکنیم با آقای اصغر رمضان‌پور، روزنامه‌نگار در لندن، و آقای حسن اعتمادی، تحلیلگر سیاسی در همین نزدیکی‌ها در استکهلم. از استکهلم با شما هستم تا لحظات دیگر. آقای رمضان‌پور، صحبت از ثروت‌های ملی شد. یکی از ثروت‌های ملی خب در ایران آبه که می‌دونیم منابع آب در ایران پیش از انقلاب رسماً منابع ملی بود، همچنان که جنگل‌ها و همچنان که بسیاری دیگه از منابع طبیعی و خودآزاد ایران. حالا به سر جنگل‌ها که آمده چه نیامده بسیاری از بینندگان ما می‌دونه، اما خشکسالی در راه، کمبود آب، مردم باش روبرو هستند. در سیستان و بلوچستان دیگه گفتنی نیست، در خوزستان، در جنوب ایران، و این کسی جز آقای محسن سلیمانی مدیر ملی طرح حفاظت از تالاب‌های ایران نیست، طرح ملی حفاظت از تالاب‌های ایران، که آمده گفته که در این شرایطی که ما گرفتاری کم آبی داریم، آب از ایران به خارج صادر شد. وضعیت روشن‌تر ایشون نداد. اما این رو تلویحاً یک فاجعه توصیف کرد. و کارشناسان دیگه روی این مسئله انگشت گذاشتن. صدور آب از ایران به کشورهای خارج، که می‌دونیم به هر حال بخشش به شکل آب آشامیدنی کشورهای عرب خلیج فارس صادر می‌شد. تفسیر شما رو در این زمینه میشنویم که آیا دولت و مجموعه حکومت، آیا شما که مانیتور میکنید، نظارت میکنید، نشانه هایی میبینید برای اینکه برنامه ریزی برای مقابله با خشکسالی که در راه است و نمونه مشکلات دیگه ای مثل همین ریزگردهایی که به بر سر پایتخت نشین ها و کرج و اون حوالی در این دو سه شب و دو سه شبانه روز آمده، از شما میشنویم؟
متاسفانه همه شواهد نشون میده که دولت هنوز فاقد یک برنامه‌ریزی دراز مدت در برابر مسئله تغییرات اقلیمی هست که در ایران داره اتفاق میفته. البته نه فقط در ایران، بلکه تغییرات اقلیمی که در سطح جهانی داره رخ میده و بخشی از اون هم در ایران دیده میشه و این مسئله خشکسالی و به تعبیر یکی از کارشناسان خشکیدگی که ما در حال حاضر در ایران میبینیم به طور گسترده، این که دولت بتونه از همه اون پیشگیری بکنه تقریبا امر بسیار دشواری هست. تغییرات اقلیمی مسائل کوتاه مدتی نیستند، بنابراین بسیار دشوار خواهد بود که دولت بتونه از این تغییرات اقلیمی جلوگیری بکنه. بلکه اما مسئله این هست که دولت میتونه در مورد مقاومسازی مردم در برابر این تغییرات طرح‌ها و برنامه‌هایی رو اجرا بکنه. این برنامه‌ها باید از برنامه‌های زیست محیطی شروع بشه تا برنامه‌هایی که در واقع نوع زندگی در شهر رو دستخوش تغییر قرار میده. متاسفانه هیچ کدوم از این برنامه‌ها با وجود اینکه کارشناسان در ایران به طور مکرر هشدار میدن تا حالا جنبه عملی پیدا نکرده و من فکر نمی کنم دولت بتونه تا وقتی که مسئله اصلی تحریم ها رو حل نکرده و شرایط رو در ایران فراهم نکرده که بتونه تغییر جهت بده در سرمایه گذاری هایی که در ایران باید صورت بگیره، تقریبا کار زیادی نمیتونه بکنه. و از این نظر من فکر میکنم که شاید این حل مسئله تحریم ها و افزایش توانایی مالی در دولت ایران و همینطور افزایش توانایی در جامعه مدنی ایران به هر حال یک امکاناتی رو فراهم بکنه، ولی متاسفانه همه اینها فقط یک امکاناتی است که ما داریم ازشون صحبت میکنیم که ممکنه به وجود میاد. در حال حاضر متاسفانه در دولت از اراده‌ای برای این مسئله دیده نمیشه که این مسئله در اولویت باشه و بیشتر تلاش های گسیخته ایه که بعضی از نهادهای زیست محیطی در ایران انجام میدن و همینطور بعضی گاهی وزارت نیرو یا دیگران. ولی مسئله صادرات آب، شما اشاره کردید، مسئله صادرات آب در واقع دو وجه داره. یک وجهی از اون این هست که آب در واقع قابل شرب به طور مستقیم یا آب کشاورزی به طور مستقیم صادر میشه، اما بخش مهمتری که به نظر من اشاره در واقع این مقام به اونه تولید محصولاتی هست که بسیار آب مصرف میکنه. مثلا ما هندوانه صادر میکنیم، ممکنه از نظر اون کسی که تاجری که هندوانه رو صادر میکنه براش سود داشته باشه، ولی از دید دراز مدت که نگاه میکنیم میزان مصرف آب در هندوانه اونقدر زیاد هست که اگر اون قیمت رو در نظر بگیریم بیشتر یک خسران و ضرر هست برای کشور. بنابراین بخشی از این مسئله برمیگرده به این که ما اساساً باید بین نوع کشاورزی که داریم انجام میدیم و نوع تجارتی که انجام میدیم یک رابطه منطقی بتونیم برقرار بکنیم بر اساس شرایط جدید زیست محیطی در ایران. خب آقای اعتمادی، پرسش این هستش، این کشور ثروتمندی مثل ایران علاوه بر ثروت‌های طبیعی، گاز، نفت، دارای متخصصین بسیار در خارج از ایران و در داخل ایران، دور از حوزه عمل، متخصصینی که خانه نشین شدن در ایران و بسیاری در خارج، آیا واقعا توانایی نداره ایران برای حل یا برخورد یا برنامه ریزی برای جلوگیری از پیش آمدهایی که در راه هست یا حل مسائلی که در راه هست؟ شما ببینید که مسائل کشور اعتیاد هست، اما برای رفع مقابله با اعتیاد آمده و اعلام کرده ما 13,000 مداح و به اصطلاح روزخان یا به اصطلاح ملای دیگه تربیت میکنیم که اینا برن صحبت کنن، پیشگیری کنن از اعتیاد. شاید راه حلی باشه، ولی برای کم آبی و اینها چه؟ آیا فقط دعای باران کافی است؟
بفرمایید. ببینید جناب چالنگی عزیز، من با آقای رمضانپور در مورد اینکه دولت کنونی و دولت‌های قبلی هیچ گونه برنامه‌ای برای رفع مشکلات اساسی جامعه نداشتن، از جمله مسئله به اصطلاح بحران آب و بحران ریزگردهایی که در کشور ما وجود داره و الان دیگه از خوزستان به تهران رسیده و میدونید هفته گذشته چند روز گذشته در تهران هم این طوفان گرد و غبار به اصطلاح آغاز شده و دلیلش هم این هستش که اطراف شهر تهران به عنوان ثروتمندترین شهر ایران هم مشکل به اصطلاح گسترش بیابان‌ها پیش آمده و این مسئله روز به روز دامنه بیشتری هم پیدا خواهد کرد و همونطور که هم باز آقای رمضان پور اشاره کردن، عدم مدیریت و عدم بودجه کافی در رابطه با حل این مسائل، مسئله که به درستی شما بهش اشاره کردید، مشکل افرادی که اعتیاد به مواد مخدر دارن، مشکل مسئله کم آبی و مشکل درمان و بیمه های اجتماعی، مشکل مسئله بیکاری که امروز همونطور که میدونید ما نزدیک به 4.5 میلیون 4.7 میلیون دانشجو داریم که به زودی فارغ التحصیل خواهند شد در بخش های مختلف دانشگاهی و پیش از اونم نزدیک به 2 میلیون فارغ التحصیل بیکار داشتیم، یعنی 7 میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی بیکار و مسائل و معضلات بسیار بیشمار دیگر. نکته ای که جناب رمضان پور بهش اشاره میکنن این هستش که این مشکلات هست، دلیلش هم نداشتن بودجه بوده، دلیل دیگرش عدم به اصطلاح مدیریت بوده که البته من با نداشتن بودجه زیاد موافق نیستم. واقعیت این هستش که ما در هر دوره‌ای می‌بینیم که دولت‌هایی که بر سر کار میان چگونه درآمدهای به اصطلاح ملی کشور رو حیف و میل می‌کنن و حتی می‌دزدند و کوچکترین گزارشی راجع به اصطلاح مفقود شدن این درآمدها به اصطلاح داده نمیشه و این مسائل و این معضلات همچنان باقی می‌مونه. اما نکته‌ای که هست این هستش که آیا با پایان گرفتن تحریم‌ها و برگردوندن مقداری از یا به همه اون پول‌هایی که به عنوان به اصطلاح پولای بلوکه شده ما بوده، آیا ما میتونیم این معضلات رو حل بکنیم؟ بر اساس ادعاها و صحبتهایی که تا به امروز شده، اولا ما نزدیک به ظاهرا 30 میلیارد دلار بیشتر به اصطلاح بعد از پایان این تحریما پولی در اختیار ما قرار نخواهد گرفت. از جزئیاتش هیچ کس خبر نداره. یا حتی این 30 میلیارد دلاری که قرار استش که آزاد بشه، آیا به صورت به اصطلاح مستقیم به بانک مرکزی ایران منتقل میشه؟ آیا در بانک‌های خارجی میمونه و در ازای خریدهایی که دولت ایران خواهد کرد از این پول برداشت خواهد شد؟ اینها مشخص نیست. فرض رو بر این میگیریم که تمام این 30 میلیارد دلار رو که البته 150 میلیارد دلار بود و به 30 میلیارد دلار تقلیل پیدا کرد بدون کوچکترین توضیحی، یعنی توضیح قانع کننده و روشنی که به قول جناب رمضان پور کارشناسانه باشه و بدونیم که چگونه میشه 150 میلیارد دلار پول تبدیل به 30 میلیارد دلار میشه. خب حالا فرض بر این میگیریم 30 میلیارد دلار پول هم در اختیار دولت آقای روحانی قرار بگیره، آقای روحانی با این 30 میلیارد دلار که در اختیارش قرار خواهد گرفت کدوم یک از این مشکلات رو میخواد حل بکنه؟ همین دیروز یک برنامه تلویزیونی در رسانه خود حکومت اسلامی بود در رابطه با مسئله 1.5 میلیون نفر معتاد بیکار در ایران که یک مقام به اصطلاح نظامی از یعنی از فرماندهان نیروی نظامی در این مناظره شرکت داشت و خود ایشون میگفتش که ما در جلساتی که مشترکاً برای حل مشکل معتادین داریم نمایندگان وزارتخانه‌های مختلف در اونجا شرکت دارن و ایشون میگفت 12 وزارتخانه و ایشون با عصبانیت میگفتش که یک دونه از این وزارتخونه ها کوچکترین مسئولیتی رو برای کمک به این 1 میلیون و نزدیک به 500 هزار نفر معتاد بیکار رو به عهده نمیگیرن و هیچ بودجه هم در این زمینه در کار نیست. خب بنابراین شما همین نکات، همین رقم ها و آمارا رو یه لحظه ملاحظه کنید. 7 میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی بیکار، 1.5 میلیون نفر معتاد بیکار که اینا علاوه بر این که امروز نمیتونن کار بکنن در هیچ بخشی احتیاج به کمک دارن، احتیاج به این دارن که بعد از این که اینا رو میبرن در بیابان زندانی میکنن به یک معنا به عنوان به اصطلاح راه حل ترک اعتیاد و بعد اینا رو دوباره رها میکنن در سطح شهرها، اینها نه کار دارن، نه مسکن دارن، نه خانواده دارن، نه شغل دارن، نه حتی میتونن شکم خودشونو سیر بکنن.
آقای رمضان پور کمتر از 3 دقیقه وقت داریم و با این مقدار پولی که ایشون اشاره کرد، حالا گیریم فرض بر این میگذاریم که با نیت خیر و جهت حل مسائل این پولها خرج میشه، چون سابقه چون این درآمد بالای 800 میلیارد دلار بوده سالیان سال در ایران، درآمدهای ایران پس از انقلاب تا حدود 3 سال پیش آماری که بوده نزدیک به 2000 میلیارد دلار بوده. چه شد؟ این بحث دیگری است. اما آیا برنامه‌ای وجود داره برای معضلات حل مشکل بیکاری، اعتیاد، آموزش پرورش، بهداشت مملکت؟ همه این برنامه‌هایی که بینندگان ما بهتر از همه ما میدونن. بحث از شما، سوال از شما به عنوان یک ناظر هست، یعنی بحث این نیست، بحث اینه شما به دقت دنبال میکنید اوضاع ایران رو و این هستش که اون پرسش از شما به عنوان یک ناظر هست که آیا اساساً حکومت ایران برنامه‌ای برای حل این مشکلات داره، یا اگر نداره چطور میشه یک حکومتی بدون برنامه پیش بره؟ این سوال از شخص شما فقط به این دلیل است به عنوان یک ناظر، همونطور که از آقای آقای چالنگی، من حرفم اینه که وقتی شما میگید این مشکلات انقدر کلی داریم صحبت میکنیم که معلوم نیست که انگار راجع به چی داریم صحبت میکنیم. شما بحث رو نه ببینید، بحث راجع به خوشسالی بود، بعد بحث کشیده شد به مسئله اعتیاد. من حرفم راجع به این بود که شما برای خوشسالی، مشکلاتی که در حال حاضر در ایران هست به این معنا خوشسالی که داره رخ میده، مسئله غبارها، اینا تقریبا دولت هیچ کاری در برابر اون نمیتونه بکنه. تنها کاری که دولت میتونه بکنه در مورد مقاوم سازی درون جوامع هست و بعضی از برنامه‌های زیست محیطی برای مراقبت بیشتر از زیستگاه‌های محیطی. بنابراین در این زمینه من اظهار امیدواری کردم که چون الان مقامات محیط زیست میگن که مرتبا مسئله مشکل بودجه یک به عنوان یک مانع عمل میکنه، شرایط میتونه تغییر پیدا بکنه، اونم نه فقط به خاطر اینکه مثلا قرار 5 میلیارد یا 30 میلیارد یا 15 میلیارد پول بلوکه شده قبلی برگرده، به این دلیل که در حال حاضر فرایند فروش و صادرات ایران دچار مشکل هست، رونق اقتصادی در درون ایران دچار مشکل هست. امید میره که شاید این رونق اقتصادی فضای کسب و کار رو بیشتر بکنه، بهتر شدن فضای کسب و کار به طور غیر مستقیم و گاه حتی مستقیم میتونه بر بعضی از آسیب‌های اجتماعی مثل مسئله اعتیاد اثر بذاره. بنابراین من نمیخوام دفاع بکنم از اینکه دولت در مورد همه چیز برنامه داره، ولی به هر حال میشه گفت که در بعضی زمینه‌ها برنامه داره، پیشرفتایی هم داشته. در بعضی زمینه‌ها مثل مسئله خوشسالی که اشاره شد به نظر من هنوز برنامه درستی نداره. بسیار خوب، امیدوارم روزی روزگاری نچندان دور و دیر برنامه‌های روشن، کارساز و موثری باشه و در ایران به اجرا در بیاد برای حل مسئله بهداشت، برای حل مسائل درمانی، برای خدمات درمانی، برای حل مسائل آموزشی، حل مسئله اعتیاد در کشور، حل مسئله بیکاری و بسیاری از مسائل دیگه، محیط زیست و بقیه. سپاسگزار هستیم آقای رمضان پور در لندن. با سپاس از شما آقای اعتمادی عزیز در استکهلم. ممنونم هستم. این آخرین برنامه است که در این منزل از سفر اروپایی در استکهلم من با شما بودم، از این شهر، شهر بارانی و چند روزی هم آفتابی. سپاسگزار از همه دوستان هستم که در استکهلم امکان پخش این برنامه رو فراهم کردن، از جمله آقای اعتمادی بسیار عزیز و دوستان دیگه، همچنان فرشته خانم گرامی که ایشون هم کمک بسیار بودن در این مدت در تدارکات تهیه این برنامه در استکهلم. با شما خواهیم بود و برنامه فردا رو اشاره بکنم، بازپخش پنجشنبه گذشته بکنم. با شما خواهیم بود از منزل دیگر در ادامه سفر اروپا. روز و روزگار بر شما عزیزان همواره خوش باد.